این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه های ضد انقلاب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین، ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه ای در کشور بودند. اصلا این یه توطئه دشمن بود که میخواستن در این شرایط یه بلوایی در کشور درست بکنن که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع اونها این توطئه خونسا شد. تیک تاک قیام و گرایش نسل جوان و شورشگر به مجاهدین، وحشت در ولایت خلیفه ارتجا و جنگ گورکا. اعتراف سخنگوی قضائیه آخوندی در زیر فشار دانشجویان به دستگیری دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف 26 روز پس از دستگیری و شکنجه و اعلام اسامی 18 تن دیگر از دستگیر شدگان توسط سازمان مجاهدین خلق ایران موجی از وحشت و سراسیمگی را در ولایت خامنه ای ایجاد کرده و خطر قیام و تیک تاک سرنگونی باعث بالا گرفتن جنگ گورکا شده است. اخیراً و پس از 7 ماه از قیام آبان، مجلس ارتجا نیز صحنه جنگ گورکا بر سر قیام بود. ببینید، ما مسئله استیضاح وزیر کشور رو در همون آبان و آذر ماه مطرح کردیم. وزیر کشور مقصر اصلی در حوادث آبان بود و این کشتاری که متاسفانه عده زیادی کشته شدن. حالا ببینید، بله ببینید، به ما گفتن که در نهایت گفتن آقا الان شرایط مناسب نیست. در چنین شرایطی دشخیم اسماعیلی ضمن پذیرفتن دستگیری دو دانشجوی دانشگاه صنعتی اعلام کرد آنها به مجاهدین وصل بودند، اقدامات ایزایی انجام دادند و به دنبال اقدامات خرابکارانه بودند. به افسود در این شرایط کرونایی اصلاً این یک توطئه دشمنان بود. می‌خواستند در چنین شرایط یک بلوایی در کشور درست کنند که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع آنها این توطئه خونسا شد. یک روز بعد یک رسانه حکومتی وحشت زده از این اعتراف ناگزیر که برای همه باندهای خلافت خامنه‌ای پیام شورش و خیزش علیه کرونا ولایت را به همراه دارد، به تمامیت نظام بحران زده و باندهای آن هشدار داد و نوشت: ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب یکی از آشناترین عناوین اتهامی است که این بار به دو نخبه ایرانی چسبیده است. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه شریف که از 22 فروردین بازداشت شده و خبری از آنها نبود، تنها نخبگان ایرانی نیستند که پایشان به زندان باز شده است. حرف از یک فرد خاص و اتهامات و یا حتی جرائم او نیست. حرف از رویه است که عدم تجدید نظر در آن به طور قطع آسیب‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای از جمله ترویج فرار مغزها را در پی خواهد داشت. بالا رفتن آستانه تحمل آقایان نسبت به اعتراضات اجتماعی، خاص اعتراضات جوانان و به ویژه نخبگان، حداقل انتظاری است که در این اوضاع و احوال کشور می‌توان داشت.